سرخط خبرها و مهمترین ها. روسیه آتش‌بس در اوکراین به مناسبت کریسمس را رد کرد. صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند. سقوط اولین قول اردو در جنوب افغانستان. روسیه اعلام کرده که خبر از آتش‌بس در روزهای جشن کریسمس در جنگ اوکراین نیست. رویترز گزارش شده است که روسیه پس از ماه جنگ در اوکراین آتش‌بس در روزهای کریسمس و درخواست که برای آغاز خروج نیروها تا کریسمس را به عنوان گام برای پایان دادن به بزرگترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم رد کرد. روسیه و اوکراین در حال حاضر برای پایان دادن به درگیری که در شرق و جنوب و با حرکت اندک در هر دو طرف در جریان است در حال مذاکره نیستند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اخیراً تاکید کرد که روسیه باید تا پیش از کریسمس خروج نیروهایش از اوکراین را به عنوان گام به سوی پایان این جنگ آغاز کند. اما مسکو ضمن رد این پیشنهاد گفت بیش از هر اقدام اوکراین باید از دست دادن بخش از قلمرو خود به روسیه را بپذیرد. در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز چهارشنبه در پاسخ به سوال که آیا مسکو پیشنهادهایی برای آتش‌بس کریسمس دریافت کرده است یا خیر به خبرنگاران گفت نه، چون این پیشنهاد از کس دریافت نشده است، این موضوع در دستور کار نیست. صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که طی 9 ماه گذشته بیش از 727 هزار مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان به کشور برگشتند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه با نشر تویت گفته که از جنوری تا اکتبر امسال 661600 افغان از ایران و 66300 تن دیگر از پاکستان بازگشتند. این نهاد افزوده است که در نقطه صفری مرزی افغانستان برای عودت کنندگان خدمات صحی و روانی نجات دهنده ارائه می کند. گفته می شود که در ماه‌های اخیر اخراج اجباری مهاجرین افغان از سوی ایران و پاکستان افزایش یافته است. این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان به دلیل گسترش بیکاری و فقر افغانستان با موجی از مهاجرت مواجه شده و تعداد زیاد شهروندان افغان به خارج به خصوص به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان پناه بردند. سقوط اولین قول اردو در جنوب افغانستان. افغانستان انترنشنل در صفحه رسمی فیسبوک خود گزارش می‌دهد اختلافات میانگروهی، صدها تن از طالبان قندهاری به دلیل نارضایتی از المن خارج شدند. صدها تن از طالبان قندهاری به دلیل اختلاف و نارضایتی از مقامات محلی گروه در هلمند به گونه اعتراضی این ولایت را ترک کردند. شمار از فرماندهان ملی طالبان در نوارهای صوتی که به افغانستان انترنشنل رسیده میگویند طالبان قندهاری از لوا و قول اردوی زرقاوی در هلمند خارج شدند. همچنان آمو تیوی گزارش میدهد سرچینی وای ده هلمندی طالبان و زین و مشنان ده کنداری طالبان و لکرن و سر مخالفت کری او روسای شخره سر کریده. سلکون کنداری طالبان ده هلمند قول اردو پریخ او کندهار تا تتل ده. سرچینه وای تیر او رس ده غولایت ده هلمند سخه شخوا پوز متروک سپار طالبان ورغلی ده. ده طالبان اخپلمنز شخره. شخره تیر او رس ده هلمند پی قول اردو که ده کنداری او هلمندی طالبان ترمنزو شو. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. آیا فلسطینی ها و اسرائیل ها در آستانه یک انتفاضه جدید قرار دارند؟ شمار کشته شدگان آگاهی از آن است که در سال 2022 شبیه یک انتفاضه بوده است. اندپندنت فارسی گزارش می‌دهد. یک درگیری جدید یک شنبه شب 11 دسامبر مانند شب‌های دیگر در شهر جنین در کنار غربی رود اردن شروع شد. ارتش اسرائیل مدعی شد که برای دستگیری سه تروریست مظنون فلسطینی وارد این شهر شده است و شبه نظامیان فلسطینی با گوشیدن آتش با آنها درگیر شدند. شهر جنین در شمال کرانه غربی قرار دارد. یکی از کشته شدگان این درگیری‌ها جان آزاکران 16 ساله بود. به گفته دو تن از اعضای خانواده‌اش او هنگامی که تیراندازی شروع شد به پشت بام رفته بود تا پشکش را به خانه ببرد. وقت پدر جانا در جستجوی او بود جانا را غلطیده در خون با پشکش پیدا کرد. به گزارش گاردین در مورد نادر از پذیرش خطا نیروهای اسرائیلی گفتند این جوان به طور اتفاقی به دست یک تیرانداز کشته شد. مجید زاکران عموی جانا گفت او تنها بود و اسرائیل ها او را روی پشت بام کشتن. او افزود او فقط یک بچه بود و آنها 4 بار به سر و سینه شلیک کردند. زاکران آخرین قربانی ثبت شده در کرانه غربی و اورشلیم در سال جاری است
که خونین ترین سال از پایان دومین انتفاضه در سال 2005 بود. از آغاز حمله بزرگ ارتش اسرائیل به جنین و نابلس حدود 150 فلسطینی کشته شدند. شیرین ابو عاقله روزنامه‌نگار سرشناس شبکه الجزیره در ماه می هنگام گزارش درباره حمله اسرائیل به اردوگاه پناهندگان جنین به ضرب گلوله کشته شد. این درگیری از ماه مارس در حال افزایش است و یکی از بزرگترین عملیات ارتش اسرائیل خارج از دوران جنگ است. تاکنون هیچ نشانه از کاهش تنش‌ها دیده نمی‌شود. 49 فلسطینی دیگر در نوار محاصره شده غزه و در ماه حد در یک عملیات غافلگیرکننده و بمباران اسرائیل کشته شدند. از سوی دیگر حملات تروریستی فلسطینی‌ها باعث کشته شدن 30 اسرائیلی شده است. این بیشترین حملات از سال 2008 است. شمار کشته شدگان آگاهی از آن است که سال 2022 شبیه یک انتفاضه بوده است. هر زمان که خشونت بین دو طرف افزایش پیدا می کند، مردم هر دو طرف خط سبز نگرانند که آیا سیومین قیام مردمی در راست یا خیر. ترکیب از بدتر شدن وضعیت امنیتی و سیاسی به معنای احتمال بازگشت اسرائیل و فلسطینیان به نبردهای تمام عیار است. در حال حاضر احتمال درگیری دو طرف بیشتر از سالهای اخیر است. نظرسنجی که این هفته مرکز تحقیقات سیاست و نظرسنجی فلسطینیان منتشر کرد نشان داد که اکنون 65% مردم کرانه غربی از مبارزه مصالحانه حمایت میکنند. دیدار قندهار، تحولات درونی طالبان از چی قرار است؟ هفته گذشته سفرهای کشورهایی که در افغانستان حضور دیپلماتیک دارند در قندهار با ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کردند. گفته شده است که این دیدار به درخواست رهبر طالبان صورت گرفته است. در گزارش فارین پالیسی از آن به 1000 سفرا تعبیر شده است. در آن گزارش آمده است که در آجندای یونما دیدار 1.5 ساعته با شورای علمای طالبان در قندهار نیز درج شده است. با توجه به سابقه عزلت گزینی ملا هیبت الله در قندهار که بر رویه سلف و ملا عمر استوار است، این دیدار نشان دهنده تغییر در رویکرد رهبری طالبان است. اما در پشت این سنه شکنی چی چیزی قرار دارد و تحولات درون طالبان از چه قرار است؟ منابع مستقل میگویند که این تحولات در ادامه رقابت جنایی طالبان اتفاق می افتد و رهبر طالبان در پی افزودن قدرت قندهار در برابر قدرت کابل است. در گزارش فارین پلیسی نیز آمده است که احتمالاً این دیدار نشانه از تلاش ملا هیبت الله برای مرکزیت بخشیدن به قندهار و برگرداندن آن به موقعیتی که در دوران ملا عمر داشته است. پیشتر نیز تغییرات در کابینه موقت این گروه رخ داد که گفته میشد دلیل اصلی آن شامل شدن چهره های نزدیک به ملا هیبت الله در کابل است. مشخصا از سرپرست وزارت تحصیلات عالی فیلی ملا ندا محمد ندیم و سرپرست وزارت معرف مولوی حبیب الله آقا به عنوان نزدیکان ملا هیبت الله یاد می شود. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شما را به خداوند پاک می سپارم. شب و روزتان خوش.